سلام، به برنامه ایران و جهان در هفته که گذشت خوش آمدید. در برنامه امروز مروری خواهیم داشت بر مهمترین رویدادهای هفته گذشته. محمد جواد ظریف هفته گذشته سفر خودش رو به کشورهای منطقه از جمله کویت، عمان و قطر آغاز کرد. در این سفر آقای ظریف تلاش کرد به کشورهای منطقه اطمینان بده که توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه به نفع همه کشورهای منطقه است. با این حال برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس از این توافق نگرانند. مهستان بختیاری از دلایل نگرانی‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس نسبت به فعالیت‌های جمهوری اسلامی در منطقه برای شما گزارشی دارد. همونطور که میدونیم روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در طی 3 دهه گذشته اماره با تنش‌ها و فراز و فرودهای زیادی همراه بوده، به ویژه در چند سال اخیر بر سر موضوع برنامه هسته‌ای ایران و همینطور رویکرد متفاوت جمهوری اسلامی ایران در قبال رخدادهای اخیر خاورمیانه که بیشتر به این اختلافات دامن زده. البته در دوره‌های تلاش شد که روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای عربی بهبود پیدا بکنه، از جمله در دوره آقای خاتمی که به ویژه با اتکا به برخی اشتراکات مذهبی و فرهنگی این سیاست تا حدودی موفق بود. ولی ما در دوره آقای احمدی نژاد به یک بار شاهد این هستیم که روابط جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عربی بیش از گذشته رو به سردی و تیرگی گذاشته، عمدتاً بر سر دو عامل: یکی مسئله پافشاری ایران بر ادامه برنامه هسته‌ای خودش و ارائه یک چهره ترسناک از ایران هسته‌ای از سوی آقای احمدی نژاد در میان کشورهای عربی، و مسئله دوم اختلاف نظر و رویکرد متفاوت جمهوری اسلامی ایران در قبال رخدادهای خاورمیانه موسوم به بهار عربی، به ویژه بر سر مسئله سوریه. اما در شرایط کنونی در کنار عوامل ریز و درشت، دو عامل عمده به نظر میرسه که بیشتر از همه عوامل موجب سری روابط بین کشورهای عربی با جمهوری اسلامی شده. یکی مسئله نفوذ جمهوری اسلامی در میان کشورهای عربی و حمایت و در واقع پشتیبانی از گروه‌های شیعی هست که عمدتاً کشورهای عربی معتقد هستند جمهوری اسلامی تلاش داره که یک شبه امپراتوری شیعی رو در منطقه ایجاد بکنه در تقابل با کشورهای عربی عمدتاً سنی. مسئله دوم مسئله توافق اخیر جمهوری اسلامی با کشورهای غربی بر سر برنامه هسته‌ای خودش هست و آینده مبهم برنامه هسته‌ای ایران که به ویژه کشورهای عربی و در رأس اونها عربستان رو نگران کرده، به خصوص رویکرد جدید سیاستمداران امریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران. این نگرانی ها تا جایی مطرح بوده که در چند هفته اخیر حتی جسته گریخته، البته نه به صورت رسمی، به صورت غیر رسمی شنیده شده که عربستان حتی مواضع نزدیک به اسرائیل در قبال برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت. در اون سوی در جمهوری اسلامی ایران با روی کار آمدن دولت جدید آقای حسن روحانی، از همون ابتدا روی کرده جدیدی رو نسبت به موضوع برقراری روابط و بهبود روابط با کشورهای عربی داشتن و بسیار به این موضوع مشتاق بودن. البته تحلیلگران نظرات متفاوتی رو در این زمینه، یعنی رویکرد جدید جمهوری اسلامی در قبال کشورهای عربی ارائه میدن. ادعای عنوان میکنن بعد از توافق جمهوری اسلامی با کشورهای غربی، به ویژه ایران، نگران نزدیکی عربستان به اسرائیل هستش. برخی اعتقاد دارن که در شرایط کنونی و پس از مسئله توافق ایران با کشورهای غربی بر سر موضوع هسته‌ای خودش، نیاز هست که یک نوع اطمینان بخشی در قبال برنامه هسته‌ای خودش در میان کشورهای عربی به وجود بیاره، دست کم مانع دستبندی های جدید بشه در آینده بر علیه منافع جمهوری اسلامی و یا اعمال تحریم های بیشتر. با چنین هدفی آقای ظریف در واقع به کشورهای عربی منطقه سفر میکنه. همونطوری که گفتیم یک رویکرد و دستور کار در دولت آقای حسن روحانی است و یک مسئله راهبردی هست این موضوع. هدف هم به نظر میرسه بیشتر نزدیکی به عربستان هستش، هرچند که این موضوع تا به الان محقق نشده، ولی خب به هر حال دولت آقای حسن روحانی میدونه که کلید بهبود روابط با کشورهای عربی عربستان هستش. اما خود مسئله عربستان در اینجا در واقع داره
اختلافات و چالش‌های زیادی با جمهوری اسلامی هستش. عربستان به ویژه بر سر مسئله سوریه بسیار دیدگاه متفاوتی رو داره نسبت به دولت آقای بشار اسد در مقابل جمهوری اسلامی ایران. همینطور در موضوع عراق معتقد هست عربستان که جمهوری اسلامی با حمایت از دولت آقای مالکی به نوعی سنی ها رو در این کشور به حاشیه رونده. مسئله بعدی مسئله نگرانی عربستان از حمایت و تقویت جنبش های شیعی در بحرین هستش که اگر احیانا در بحرین ناآرامی های از سوی این جنبش ها صورت بگیره میتونه مناطق شرقی عربستان که عمدتا شیعی نشین هستن رو تحت تاثیر قرار بده. با چنین نگرانی های به هر حال آقای ظریف همونطور که گفتیم و در رأس اونها نگرانی از برنامه هسته‌ای ایران در واقع سعی میکنه این سفر رو برای ترمیم و بهبود روابط با کشورهای عربی انجام بده، هرچند که به نظر نمیرسه یک شبه و با چنین انبوهی از موضوعات مختلف مورد اختلاف یک سفر و یک شبه بشه این اختلافات رو برطرف کرد. اما در طی مدت تماماً آقای ظریف در این سفر تکیه میکنه بر این موضوع که توافق اخیر جمهوری اسلامی ایران با کشورهای غربی به زیان کشورهای منطقه نخواهد بود. حتی در مصاحبه با روزنامه الشرق الاوسط میگه که در واقع رویکرد جمهوری اسلامی در سیاست خارجی اولویتش کشورهای منطقه هست. اما به نظر نمیرسه با همه این تلاش هایی که در چند روز اخیر صورت گرفته روابط سر به وجود اومده به خصوص در چند سال اخیر رو بشه یک شبه برطرف کرد. صادق آملی لاریجانی روز چهارشنبه در واکنش به صدور قطعنامه‌های حقوق بشری مدعی شده بود که ادعای دستگیری بی‌دلیل یا در بازداشت نگه داشتن بدون محاکمه افراد دروغ بسیار بزرگی است. این سخنان رئیس قوه قضاییه در حالی گفته شد که تنها دو هفته از اظهارات احمد جنتی در نماز جمعه میگذره که گفته بود میر حسین و رهنورد و کروبی که هم اکنون در زندان خانگی به سر میبرند نه تنها هیچ محاکمه و دادگاهی نداشتند بلکه هیچ مقام رسمی نیز با آنان دیدار رسمی نداشته و دلیل حبس خانگی رو تفهیم نکردند. اونها باید اعدام شوند. بیش از 4 سال از انتخابات سال 88 میگذره و بسیاری از بازداشت شدگان پس از ماه‌ها نگهداری در سلول‌های انفرادی با قرار وثیقه آزاد شدند و همچنان هیچ دادگاهی برگزار نشد و بسیاری دیگر با حکم‌های ناعادلانه و بعضاً غیرقانونی در حبس‌ها و تبعیدهای طولانی به سر می‌برند. حال جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی در نامه‌ای به قاضی القضات نوشتند انکار دستگیری‌ها و بازداشت‌های غیرقانونی و حبس افراد بدون محاکمه که شما آن را دروغ بسیار بزرگ خوانده‌اید خود دروغی بس بزرگتر است. تأسف و اندوهی که انکار خلاف واقعی شما در واقعیت آشکارتر از روز برمی‌انگیزد کمتر از تأسف و اندوه ناشی از صدور محکومیت‌های پی در پی مجامع حقوق بشری نیست. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفته قطعنامه‌های سازمان ملل علیه وضعیت حقوق بشر در ایران مغرضانه و دروغه. وی همچنین گفته که جمهوری اسلامی حقوق بشر مورد تایید اسلام رو قبول داره و از نص قرآنی قصاص به خاطر قطعنامه دست نمی‌کشه. ماه گذشته احمد شهید در دومین گزارش سال جاری خود در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران بار دیگه به محدودیت حقوق شهروندی اقلیت‌های قومی و مذهبی، محدودیت آزادی بیان، اطلاعات و اجتماع و فشار بر روزنامه‌نگاران اشاره کرده بود. این گزارش با واکنش نمایندگی‌های ایران در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو روبرو شد. آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران در دیدار با مسئولان عالی قضایی با ابراز تأثر از مفاد قطعنامه سازمان ملل علیه وضعیت حقوق بشر در ایران گفته محتوای آنها همان مطالبی است که در رسانه‌های ضد انقلاب نوشته شده یا از دهان سازمان مجاهدین خلق بیرون آمده است. رئیس قوه قضاییه همچنین یکی از ریشه‌های انتقاد جامعه جهانی از وضعیت حقوق بشر در ایران را اختلاف مبنایی میان غرب و جهان اسلام در این حوزه اعلام کرده است. لاریجانی گفته است در برخی از بندهای قطعنامه اخیر اجرای قصاص را مردود دانستند و این در حالی است که قصاص نص قرآن است و انتظار نابجایی است که بخواهند ما از اجرای مضمونی قرآنی به دلیل تصویب این قطعنامه دست بکشیم. وی همچنین اظهار کرده که وقتی قوه قضاییه را برای اجرای حکم قصاص محکوم می کنند در واقع می خواهند اعتقاد ما به اصل اسلام را محکوم کنند.
سنگسار و اعدام دو مجازاتی هستند که جامعه جهانی خواستار توقف صدور و اجرای آنها در ایران شدند. با وجود صدور قطعنامه‌های بین‌المللی علیه وضعیت حقوق بشر در ایران، دادگاه‌ها و قضات جمهوری اسلامی کماکان به صدور حکم اعدام ادامه می‌دهند. صادق لاریجانی در بخش دیگری از اظهاراتش آنچه درباره دستگیری بیدلیل یا در بازداشت نگه داشتن بدون محاکمه افراد در قطعنامه سازمان ملل مطرح شده را دروغ بسیار بزرگی دانسته است. رئیس قوه قضاییه در شرایطی در بازداشت نگه داشتن بدون محاکمه افراد در ایران را انکار می‌کند که فعالان حقوق بشر و شماری از وکلا در موارد متعددی به وجود این شرایط به ویژه در مورد زندانیان گمنام و عادی اشاره کردند. در رویدادی دیگر مرتبط با حقوق بشر در ایران، تعدادی از زندانیان سیاسی در دست کم 5 زندان کشور در مخالفت با اعدام در ایران دست به اعتصاب قضایی یک روزه نمادین زدند. به گزارش سایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، حدود 45 نفر از زندانیان سیاسی در آستانه 40مین روز اعدام حبیب الله گلپریپور و اسماعیل مامدی، دو زندانی سیاسی کرد در زندان‌های ارومیه و سلماس، امروز دست به اعتصاب قضا زدند. احمد شهید در تازه‌ترین گزارش خود در خصوص افزایش موج اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرده و گفته بود بین ژانویه سال 2012 تا ژوئن سال جاری 724 مورد حکم اعدام در ایران به اجرا گذاشته شد و تنها در نیمه اول سال جاری 202 نفر اعدام شدند که از این تعداد 135 مورد از سوی منابع حکومتی رسما اعلام شده است. در مقابل، نمایندگی ایران در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو انتقاد احمد شهید به نظام قضایی و حقوقی جمهوری اسلامی را وارد ندانست و در مورد عدم انطباق احکام اعدام و مجازات‌های خشن با موازین بین‌المللی گفت که در ارزیابی وضعیت قضایی و حقوقی هر کشور باید به شرایط فرهنگی آن کشور نیز توجه کرد. کامران دانشجو روز جمعه در آستانه روز دانشجو به عنوان سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران علیه نهاد دانشگاه موضع گرفت. وی با بیان اینکه در دوره اصلاحات به دنبال این بودند که دانشگاه را در تقابل نظام نشان دهند، ادامه داد این دانشگاه است که سرنوشت کشور را معلوم می‌کند و اگر اهالی فتنه در دانشگاه مسئولیت داشته و اساتید آن ضد دین باشند، این دانشگاه اسلامی نخواهد شد. وی افزود مشکل اساسی دانشگاه‌های ما این است که مقلد غرب هستند. با ساخت مسجد و نوشتن بسم الله در ابتدای کتاب‌ها دانشگاه ما اسلامی نمیشه. اگر همه دانشگاه رو هم مسجد کنیم دانشگاه اسلامی نمیشن. ما باید هنجارها، فرهنگ و علوم انسانی خود را از غرب جدا کنیم و دانشگاه هویت اسلامی بگیره. کشور و ملت نیاز به دانشگاه اسلامی داره و دانشگاه باید اسلامی شوند. هفته گذشته حسان لقیس، فرمانده ارشد نیروهای مقاومت، هنگام بازگشت به خانه در بیروت مورد سوء قصد قرار گرفت و کشته شد. حزب الله به دنبال این ترور انگشت اتهام را به سوی اسرائیل نشانه رفت و در عین حال اسرائیل را به انتقامگیری تهدید کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در حالی که یک گروه سنی با نام یگان آزادگان سنی بعلبک در توییتر خود مسئولیت ترور حسان هولو القیس را عهده‌دار شده است، گروه حزب الله هشدار داده است که اسرائیل باید منتظر عواقب این ترور باشد. از سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل هر گونه دخالت این کشور در ترور وی را رد کرد. ایگال پالمور سخنگوی این وزارتخانه گفت دیگر عادت کرده ایم که در خاورمیانه اسرائیل را به هر امری متهم کنند بدون آنکه هیچ سند و شاهدی داشته باشند. سیلوان شالوم معاون نخست وزیر و وزیر انرژی اسرائیل نیز به بخش عبری رادیو اسرائیل گفت ما مسلماً از کشته شدن چنین فردی مغموم نیستیم، اما مسلم است که نیروهای سلفی برای انتقامگیری از حزب الله این اقدامات را انجام می‌دهند. گزارش رسانه‌های لبنانی و از جمله شبکه LBC می‌گوید 3 تا 4 نفر در حال دور شدن از خانه این فرمانده پس از این حادثه دیده شدند. در برخی از این گزارش‌ها آمده است که ضاربان که در پارکینگ خانه او کمین کرده بودند با محاصره خودروی حامل وی با اسلحه مجهز به صدا خفه کن 5 گلوله از فاصله بسیار نزدیک به سر و گردن این فرمانده شلیک کردند. با
با آگاهی نیروهای حزب الله از این سوی قصد، شمار زیادی از شبه نظامیان این سازمان محل را محاصره و تدابیر شدید امنیتی برقرار کردند. بر اساس گزارش‌های منتشره در رسانه‌های لبنانی، این فرمانده حزب الله به دلیل اهمیتی که در کادر فرماندهی نظامی حزب الله داشت، در گذشته نیز مورد سوء قصد قرار گرفته بود، اما جان سالم به در برده بود. در برخی از گزارش‌های رسانه‌های لبنانی بر نزدیکی زیاد ابوالقیس به حسن نصرالله دبیر کل حزب الله نیز تاکید شده است. بنا به گفته محافل آمریکایی، حسن هلو 47 ساله بود. او یکی از مسئولان ارشد تهیه و خرید سلاح در حزب الله به شمار می آمد. ماتیو لوئیت، کارشناس امور مربوط به حزب الله لبنان در مؤسسه سیاست خاور نزدیک واشنگتن، در یکی از جلسات کنگره آمریکا گفته است ابوالقیس رهبری چندین گروه قاچاق حزب الله را بر عهده داشت که در آمریکا و همچنین کانادا فعال بوده. به گفته او، وی روابطی نیز با فرماندهان ارتش سوریه و همچنین فرماندهان نظامی ایران داشت. در همین حال، قوه قضاییه لبنان اعلام کرد که دستورات لازم را برای تحقیق درباره این ترور صادر کرده است. سوء قصد مسلحانه به جان این فرمانده حزب الله تنها دو هفته پس از دو انفجار در برابر سفارتخانه جمهوری اسلامی در بیروت رخ داده است. در همین زمینه، حسن نصرالله عربستان سعودی را به حمایت از یگانهای عبدالله اعظم که مسئولیت بمبگذاری علیه سفارت ایران را بر عهده گرفته، متهم کرد. در این بمبگذاری شماری از نیروهای حزب الله که مسئولان ارشد امنیتی سفارتخانه ایران در لبنان بودند کشته شدند. ده‌ها تن زخمی شدند و خسارات سنگینی به سفارت ایران و ساختمان‌های اطراف وارد شد. آقای نصرالله در مصاحبه خود با شبکه تلویزیونی لبنانی المیادین گفت که حزب الله از سوریه در برابر نیروهای تکفیری دفاع خواهد کرد. اما در همین حال حضور شبه نظامیان حزب الله در سوریه را کمتر از آنچه تصور می‌شود اعلام کرد. نصرالله در روزهای گذشته نیز ارزیابی کرده بود که بمبگذاری‌ها در لبنان علیه منافع مشترک حزب الله و جمهوری اسلامی ایران تکرار شود. محمود احمدی نژاد روز سه‌شنبه در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی گفت که او را به مناظره‌ای صریح و اصولی و روشنگر در منظر افکار عمومی دعوت می‌کند تا حقایق ناب آن طور که هست بیان بشه. به دنبال این درخواست دولت مردان با آن واکنش نشان دادند و از سوی دیگر حمید بقایی معاون اجرایی احمدی نژاد نیز از واکنش برخی از نزدیکان حسن روحانی به شدت انتقاد کرد. علی جنتی وزیر ارشاد حسن روحانی اعلام کرد که در دولت محمود احمدی نژاد برخورد بعضی از مدیران در حوزه فرهنگ امنیتی بوده و یا از سوی دستگاه امنیتی دیکته می‌شده. وی همچنین از وجود لیست سیاه ناشران و نویسندگان در آن دوره خبر داد. در دوره احمدی نژاد وضعیت نشر بسیار آشفته بود و بارها نویسندگان و ناشران نسبت به آن اعتراض کردند. گزارشی داریم از همکارمان مهستان بختیاری در ترکیه. از سوریه و رویدادهای اون به ویژه در مورد رویکرد حزب دموکرات کرد سوریه درباره تحولات در این کشور که از نظرتان می‌گذرد. یکی از آثار طولانی شدن بحران سوریه ایجاد صفوندیهای جدید در میان گروه‌ها احزاب و اپوزیسیون سوریه هستش. صفوندیهایی که تا به الان دست کم اونطور که به نظر میرسه نه تنها کمکی به حل بحران سوریه نکرده، بلکه موجب پیچیده‌تر شدن مشکل سوریه شده و یا حتی بعضا در خارج از سوریه موجب نگرانی برخی از کشورهای همسایه شده. در همین ارتباط ما شاهد بودیم که در ماه نوامبر گذشته حزب اتحاد دموکراتیک کردستان سوریه خبر از ایجاد یک منطقه خودگردان کردی در سوریه رو داد. هنوز یک ماهی از اعلان این خبر نگذشته که بلافاصله در یک خبر تازه تر آقای صالح مسلم رهبر این حزب روز دوشنبه اعلام کرد که کردهای سوریه خواستار ایجاد یک سیستم فدرال در سوریه هستند.
گویا در این ارتباط گروه های کری در حال تهیه و تنظیم یک پیشنویس قانون اساسی هم هستن و قرار شده که مناطق کردنشین سوریه به سه استان تقسیم بشه. اما این مسئله از کجا ناشی میشه؟ خود آقای صالح مسلم در اظهارات قبلی خودش عنوان میکنه که این موضوع تازه‌ای نیست، بلکه فکر ایجاد چنین تشکیلاتی به سال 2007 برمیگرده. دلیل اون هم اینطور عنوان میکنه که به هر حال برای حل و فصل بهتر امور مناطق کردی و ارائه بهتر خدمات به مردم نیاز به یک همچین تشکیلاتی هستش. اما یک نکته ورای این اظهار نظر در خور توجه هستش و اون همزمانی اعلان این خبر با اعلان خبر تشکیل دولت موقت از سوی ائتلاف ملی سوریه هستش که بلافاصله ساعتی پس از اینکه ائتلاف ملی سوریه اعلام کرد که دولت موقت تشکیل میده، گروه های کردی این خبر رسمی رو هم در مورد تشکیل یک حکومت خودگران در مناطق کردنشین اعلام کردن. اما مسئله اینجا هستش که تا چه اندازه به هر حال این موضوع بتونه واقعیت پیدا بکنه و عینیت داشته باشه، مسئله فراتر از این هست که این مسئله نه تنها در میان اپوزیسیون سوریه چندان با استقبال روبرو نشده، بلکه خارج از سوریه نیز چندان استقبالی از اون نشده، از جمله از طرف اقلیم کردستان عراق و شخص آقای مسعود بارزانی که حتی نسبت به این موضوع انتقاد داشت و حتی دولت ترکیه که بسیار نگران هستش از طرح چنین مسئله‌ای. اما با همه این اوصاف احزاب کردی به ویژه حزب اتحاد دموکراتیک کردستان و خود آقای صالح مسلم بارها اعلام کردن که اونها گروه جدایی طلب نیستن و خواستار جدایی از سوریه نیستن و همواره بر تمامیت ارضی سوریه و حفظ و یکپارچگی سوریه تاکید کردن. با این همه حال باید دید خود گروه‌های کردی که اتفاقاً اعلام کردن که در کنفرانس ژنو 2 هم شرکت می‌کنن تا چه اندازه می‌تونن تاثیرگذار باشن بر گره کور فعلی مشکل سوریه، به ویژه با رویکرد جدیدشون که همونطور که گفتیم نه تنها در داخل سوریه استقبالی از اون نشد، بلکه به نظر نمی‌رسه که در خارج از سوریه با اقبال چندانی هم روبرو بشه. نلسون ماندلا، رهبر جنبش آزادی‌خواهی و برابری نژادی در آفریقای جنوبی، به علت بیماری ریوی روز جمعه 6 دسامبر در سن 95 سالگی درگذشت. او قبل از اینکه رئیس جمهور شود، حقوقدان و فعال سیاسی بود. وی از مشهورترین چهره‌های معاصر جهان و از جمله رهبران سیاسی است که در مورد منش و کنش او مقالات، کتاب‌ها و تحقیقات زیادی منتشر شده. علاوه بر جایزه نوبل صلح، نشانه‌های ملی و فراملی زیادی نیز از کشورهای گوناگون دریافت کرده. از شوروی سابق تا آمریکا، هند، ترکیه، کانادا یا بریتانیا از او با نشان افتخار یا اعطای شهروندی افتخاری تقدیر کردند. او از ایران نیز مدال افتخار دریافت کرده است. اما زمانی که قرار بود محمد خاتمی رئیس جمهوری وقت این مدال را به او بدهد و در حالی که موج حملات به نشریه‌ها، روزنامه‌نگاران و فعالان اجتماعی و سیاسی بالا گرفته بود، ماندلا به دلیل مشغله کاری به تهران سفر نکرد. نلسون ماندلا چهره محبوب در میان هنرمندان نیز بود. بسیاری از خوانندگان و موسیقی سازان قطعی را به او تقدیم کردند. ماندلا و کنش سیاسی او سوژه فیلم‌های بسیاری نیز بوده است. نلسون ماندلا 3 ازدواج کرد. همسر نخست او درگذشت و از همسر دومش به طور رسمی در سال 1996 جدا شد. او 6 و 17 نوه داشت. با سپاس از همراهی شما. این برنامه رو میتونید در وبسایت و صفحه فیسبوک ما هم تماشا کنید. تا برنامه دیگر، خدایا رو نگهدارتون.